اعوذ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خدای در این لحظه و در تمام لحظات سرپرست و نگهبان و یاور و رهبر و رهنما و چشم ولیت حجت ابن الحسن العسکری امام زمان باش تا لحظه ای که حضرت را آنطور که خوشایند اوست ساکن زمین فرمایی و بهره طولانی برای حضرت مرحمت بفرمایی درود تو بر او و بر پدرانش باد بینندگان عزیز و گرامی سلام و درود خدا بر شما باد در خدمت شما نیکان شایستگان هستم و دقایق کوتاه راجع به احکام اعتکاف صحبت میکنم خیلی خلاصه و مختصر مهمترین مسائل اعتکاف را برای شما عرض میکنم خب عزیزان سروران گرامی اول اینکه در اعتکاف چی چیزهای واجبه و در واقع چی کارهای انسان باید انجام بدهد اولین مسئله اینه که خب در اعتکاف ما باید روزه داشته باشیم اگر یک کسی روزه گرفته نمیتونه یا مریض روزه گرفته نمیتونه یا اینکه عذر شرعی دیگری داره روزه گرفته نمیتونه یا اینکه در روز اعتکاف کرده که روزه گرفتن در اون روز چیه حرامه مثل روز عید قربان روز عید رمضان خب مسلما این اعتکاف هم چی میشه باطل میشه و نادرست میشه و کسی حق اعتکاف کردن در چنین روزی را نداره و باید اعتکاف زمانی باشه که انسان بتواند روزه بگیره دومین شرط اینه که اعتکاف باید در مسجد جامع باشه مسجد جامع چی مسجده؟ مسجدی که اختصاص به محله اختصاص به مردم اون محله نداشته باشه اختصاص به قوم و گروهی نداشته باشه عموم نمازگذاران رفت آمد کنن اونجا نماز بخونن حالا نماز جمعه برگزار بشه یا برگزار نشه اهمیت نداره و اما سومین شرط اینه که اعتکاف کمتر از سه روز نباشه اعتکاف اگر کسی نظر نکرده باشد قسم دیگری بر شخص اعتکاف واجب نشده باشه روز اول مستحبه روز دوم هم مستحبه و روز سوم چی میشه واجب میشه یعنی اگر کسی روز اول و دوم هم موفق شد اعتکاف کنه روز سوم برو واجب است و اگر در روز سوم اعتکاف خود خراب کرد یا باطل کرد باید چیکار کنه اعتکاف قضا کنه واجب است که در یک زمان دیگر و در یک وقت دیگر اعتکاف قضا بکنه خب به همینجا یک نکته دیگر هم بر شما بیان کنم ببینید عزیزان فقها فرمودن که شما وقتی میخوای اعتکاف کنی میتونی همون اول اعتکاف که نیت کنی شرط کنی که خدایا اگر کار ضروری برای من پیش آمد بتوانم اعتکاف را رها کنم اگر چنین شرطی کردین و کار ضرور پیش آمد روز اول و دوم خب مشکل نداره بی از اون مشکل نداره به خاطر که مستحبه اما روز سوم هم اگر مشکل پیش آمد کار ضرور پیش آمد انسان میتونه اعتکاف رها کنه بدون اینکه که قضایش بر او واجب باشه اما شرط دیگر که اعتکاف داره اینه که انسان از مسجد خارج نشه یعنی در واقع وقتی اعتکاف میکنه باید در مدت سه روز در مسجد بمانه و جز برای کارهای ضروری حق خروج از مسجد را نداره خب ولی کارهای ضروری چیه؟ کار ضروری مثل که غسل جنابت پیش بیایه یا نیازمندی به تخلی پیش بیه دستویی خواسته باشه برای تشناب خواسته باشه برای رفع حاجت کنه وضو برای نماز واجب خواسته باشه بگیره تشیه جنازه یا ایادت مریضی که لازمه بره به ایادتش بره یا برای نماز جمعه و فرمودن هر کار ضروری که انسان داشته باشه که عرفا ضرورت داره باید به خاطر اون کار خارج بشه اشکال نداره میتواند خارج بشه حالا من خارج شدم به خاطر کار ضروری باید خیلی سریع و زود همی که کار ضروری هم تمام شد چیکار کنم؟ به مسجد برگردم اگر رفتم اونقدر زیاد و طولانی در خارج از مسجد ماندم که صورت اعتکاف از بین رفت و میگن دیگه آقا معتکف نیست اینجا اعتکاف چی میشه؟ باطل میشه خب حالا همینجا یک نکته دیگر هم ارز کنم عزیزان سروران گرامی گاهی وقتا دو سه نفره افراد خارج میشن برای چی؟ برای دستشوی رفتن برای رفع ضرورت برای ای که برن قضای حاجت کنن یکی خلاص میشه دو تای دیگه هنوز در اونجا هستن و کارشان باقی مانده خب این یکی که خلاص شد باید برگرده دیگه منتظر او دو نفر دیگه باقی نمانه و ایلا اعتکافش دوچاره مشکل میشه از مسائلی که در اعتکاف هست اینه که چند کارم حرامه و باید معتکف اون کارها رو شکار کنه ترک کنه کارهایی که معتکف نباید انجام بده یکی بویدن بوی خوشه بوی خوش را باید استشمام نکنه اگر یک کسی عطر زد و آمد کنار معتکف نشست یا بوی خوش داشت به هر حال معتکف باید استشمام نکنه دماغش را بگیره یا به هر حال خودش رو هوا سپرد کنه که اون بوی خوش را اینجوری استشمام نکنه هر نوع لذت جنسی در اعتکاف حرامه در زمانی که شخص معتکفه یکی از کارهای حرام در اعتکاف مجادله کردن جر و بحث کردن برای چی برای که فضیلت و برتری خود را ثابت کنه برای که ثابت کنه حرف من درسته این ای است بکنه این هم حرامه مجادله حرامه خرید و فروش هم حرامه مگر ای که ضرورت باشه یک کسی نیاز داشته باشه به غذا به چیز نوشیدنی اونجا مجبور باشه که چیز رو بخره و الا در غیر ضرورت کسی حق نداره خرید و فروش کنه وقتی آمدی معتکف شدی ای که خرید و فروش ها رو کار کنی توقف کنی خب سوال میشه اگر کسی محرمات اعتکاف انجام داد چه کار میشه میگم اگر میدانست که حرامه و انجام داد خب مسلما اعتکافش باطله اگر نمیدانست و کوتاهی کرده بود در ندانستن در دانستن یعنی خود نمیدانه چون نپرسید بود احکام را نخونده بود احکام اعتکاف را باید میخوان باید میپرسید باز هم باطله اما اگر بنده خدا احکام اعتکاف خونده پرسیده ولی این حکم را یاد نگرفته بوده نمیدونست جدل کردن حرامه با اینکه احکام اعتکاف هم خونده بوده اینجا اعتکافش باطل نیست و درسته مشکل نداره یعنی جهلش قصوری باشه تقصیری نباشه اما اگر سهوان یک مرتکب یک از محرمات اعتکاف شد اعتکافش باطل نیست و صحیح از خداوند متعال میخوایم که ما را با احکام و آداب اعتکاف آشنا بگرداند و توفیق اعتکاف خالصانه و مخلصانه را به همه ما عنایت بفرماید و السلام علیکم و رحمت الله